بیشتر کسانی که مسابقه کرکت میان افغانستان و پاکستان را در استادیوم شارجه از نزدیک مشاهده میکردند به این باور رسیدند که تیم کرکت افغانستان در مقابل پاکستان خوب بازی کرده است. بازیکنان تیم کرکت افغانستان با آنکه برای بار اول با چنین تیمی که عضو دائمی یا ICC یا فول ممبرشیپ است روبرو شده بودند خوب مقاومت کردند. در این بازی تعدادی از مقامهای بلندپایه افغانستان که نیز شرکت کرده بودند نتیجه بازی تیم کرکت افغانستان را با پاکستان قناعت بخش میخوانند. تیم ما که در مقابلشان امروز بازی داره حتی از تیم انگلستان که قوی تر بوده، فلحاظ یک بازی فوق العاده خوشایند، یک افتخاری هست. حضور گسترده افغانها در استادیوم شارجه بیانگر حمایت و علاقمندی آنها از تیم ملیشان بود و تیم ملی هم توانست خلاف توقعی که گفته میشد در مراحل اول بازی را خواهد باخت با 48 اول 196 را تارگت یا هدف به تیم پاکستان تعیین نمود و تیم پاکستان با 36 اول توانست به هدف تعیین شده دست یابد، چنان که خود پاکستانی ها از این بازی به خوبی یاد میکنند. بازیکنان تیم افغانستان بسیار سخت بازی کردند و بسیار خوب شروع کردند و این یک آغاز خوب با آنهاست و در آینده انکشاف و پیشرفت عالی خواهند داشت. در این حال دست اندرکاران و بازیکنان تیم کرکت افغانستان میگویند که از این بازی با مشکلاتی که تا حال کمتر با آن متوجه شده بودند دست یافتند. یکی از این مشکلات بیتینگ تیم افغانستان بود که اگر درست بازی میشد نتیجه بهتری به دست میآمد. اول خو موږ دپاره د دوی سره لوبه کول دا د ګټې خبره ده، او بیا زه د ټیم چې ده واقعا ډېره ښه لوبه وکړه. کومه شعبه کې چې موږ ښوونه ځلیدو هغه په بیټنګ کې لږه ستونزه دا وه چې موږ ډېره تیزۍ نه کار واخیسته. که چېرې موږ حوصلې سره کار کړی وای نو انشاءالله موږ کولی شو چې 255 شپېته منډې هم جوړ کړی وای، نو دوی ته بیا ډېر مشکلات پېښېدل. با آنکه تیم ملي کرکت افغانستان اولین بار بود که با تیم کرکت پاکستان بازی یک روزه یا تست گیم را انجام داد، اما با آن هم آگاهان امور کرکت میگویند که نفس بازی افغانستان با تیم کرکت و نو مقاومت آن قابل ستایش و خور بود. وکیل اساس تلویزیون آشنای صدای امریکا، دبی.